یکی از همشهری های منو بردن دادگاه. خواجه بهش گفت خجالت نمیکشی؟ این دفعه چهارم آوردنت اینجا. گفت تو خجالت بکش که هر روز اینجا. شاه ماهی موسیقی ایران باشی و 21 سال از بهترین سالهای عمرت رو که میتونی به شاد کردن دل مردمت اختصاص بدی در گوش نشینی به سر ببری. این سرنوشت گوگوش یکی از محبوب ترین خواننده های قبل و بعد از انقلاب ایرانه. در ایران بیوگرافی امروز به زندگی نامه این خواننده خوش صدا میپردازیم. با ما تا انتهای ویدیو همراه باشید. فائقه آتشین در 15 اردیبهشت 29 در محله سرچشمه تهران متولد شد، هرچند که تاریخ ثبت شده در شناسنامه او را زاده 18 بهمن 22 نشون میده، ولی خود او میگه به گفته مادرش در 15 اردیبهشت به دنیا اومده. خانواده وی اصالتاً از آذربایجانی هایی بودند که از آذربایجان شوروی به ایران مهاجرت کرده بودند. پدر گوگوش از اهالی شهر سراب بود. پدر و مادر گوگوش وقتی که او 2 سال داشت از یکدیگه جدا شدن. گوگوش یک برادر تنی کوچکتر از خودش داشت که در سن 24 سالگی بر اثر روماتیسم قلبی درگذشت و 3 برادر ناتنی از پدرش و 1 برادر و 1 خواهر ناتنی از مادرش که بعد از جدایی با 1 مرد کلیمی ازدواج کرده بود داره. در همسایگی اونا یه خانواده ارمنی زندگی میکردن که او را از کودکی با نام گوگوش صدا میزدن. با اینکه گوگوش اسم مردانه ارمنیه، اما این اسم برای همیشه ماندگار شد و بعدها که او کار هنری رو شروع کرد همین اسم رو روی خودش گذاشت. اما اونطور که گوگوش در مصاحبه مفصل خودش توضیح داده، این اسم رو پدرش برای وی انتخاب کرده بود. اما اداره ثبت احوال به علت عجیب بودن این نام از ثبت اون در شناسنامه نوزاد خودداری میکنه و از پدرش میخواد که یک اسم ایرانی یا عربی براش انتخاب کنه، که در نهایت اون نام فائقه رو برای نوزاد انتخاب میکنه. اما در خونه و به طور کلی مکانهای غیر رسمی از همون کودکی وی رو گوگوش صدا میزدن. گوگوش در سال 46 و در 17 سالگی با محمود قربانی ازدواج کرد و حاصل اون ازدواج 1 فرزند پسر بود. این دو پس از 6 سال از همدیگه جدا شدن. در سال 54 گوگوش با بهروز وثوقی بازیگر ایرانی ازدواج کرد که 14 ماه بعد از هم جدا شدن. در سال 65 او با همایون مستاقی ازدواج کرد و بعدها از او جدا شد. در سال 76 گوگوش با مسعود کیمیایی کارگردان ایرانی ازدواج کرد و در سال 82 پس از مهاجرت از ایران از او جدا شد. در سالیان اخیر شایعه های زیادی حول ازدواج گوگوش با رها اعتمادی مجری شبکه منوتو پیچیده شد که هیچ وقت تایید یا تکذیب نشد. ما در ایران بیوگرافی زندگی نامه خوانندگان تازه وارد و کهنه‌کار ایرانی رو در دسته‌بندی خوانندگان قرار دادیم. مطمئنیم با سر زدن به این دسته‌بندی از ویدیوهاش لذت میبرید. تازه میتونید به سایر کاتگوری‌های ما هم سر بزنید. کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جذاب ما رو از دست ندید. بابت حمایت هاتون از شما سپاسگزاریم. گوگوش از همون کودکی به همراه پدرش که یک شومن بود خوانندگی و بازی در فیلم را آغاز کرد. نخستین تجربه هنرپیشگی او در سن 7 سالگی بود. گوگوش بعدها در فیلم‌هایی چون پرتگاه مخوف و شیطون بلا هم بازی کرده. سبک او در دهه 70 میلادی در اوج شهرتش به عنوان خواننده و هنرپیشه الگوی زنان ایرانی واقع شد که به جز گوش سپردن به ترانه‌هاش، از سبک پوشیدن لباس‌هاش، مینی ژوپ و مدل موی کوتاه او معروف به مدل گوگوشی تقلید می‌کردند. همین الانش هم اکثر مدل موهای قدیمی به نام گوگوش نامیده میشه. ترانه هجرت با شعر شهریار قنبری و با آهنگسازی و تنظیم ناصر چشمازر که قرار بود افشین مقدم اجراش کنه، وقتی او در یک تصادف درگذشت گوگوش این ترانه را اجرا کرد. به گفته او بعد از ترک ایران در همون سال 27 کنسرت در کشورهای اروپایی و آمریکایی برگزار کرد. گوگوش پس از انقلاب به دادگاه‌های انقلاب اسلامی احضار شد. با وقوع انقلاب در سال 57 و برپایی نظام جمهوری اسلامی، موسیقی پاپ و آوازخوانی زنان در محافل عمومی ممنوع اعلام شده بود. با وجود اون که اکثر هنرمندان ایرانی مهاجرت از ایران را انتخاب کردند، گوگوش که به هنگام وقوع انقلاب در آمریکا به سر می‌برد، به ایران برگشت و گوشه‌گیری را انتخاب کرد. با
با وجود حاکمیت نظام اسلامی به ایران، ترانه ها و موزیک ویدیوهای گوگوش به وفور و سهولت در ایران یافت می شد و گوگوش همچنان طرفداران بیشتری را جذب می کرد. با انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور ایران در سال 76، بسیاری از محدودیت‌های پیشین برداشته شد. به برخی از زنان که گوگوش در میون اونها نبود، اجازه داده شد تا در محافلی که همه حضار زن باشن، برنامه اجرا کنند. اگرچه پخش و توزیع موسیقی پاپ همچنان ممنوع بود، ولی مالکیت اون مشکلی نداشت. گوگوش بعد از 21 سال سکوت و گوشه‌گیری در ایران در سال 79 موفق به کسب گذرنامه و خروج از ایران شد. اکبر خوشکوش یکی از افراد وزارت اطلاعات عنوان کرد خروج گوگوش از ایران با اطلاع نهادهای امنیتی اون زمان صورت گرفته. تازه به نقل از مسعود کیمیایی، گوگوش گفته بود که خروج او با موافقت عطاالله مهاجرانی وزیر وقت ارشاد صورت گرفته. شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون برای بیوگرافی های بعدی ما رو در قسمت کامنت ها بهمون معرفی کنید تا در اسرع وقت براتون تهیه کنیم. لطفاً با سابسکرایب کردن کانال از ما حمایت کنین تا با دلگرمی بیشتری براتون بیوگرافی های جذاب و دیدنی مهیا کنیم. از زمان بازگشت به صحنه، گوگوش در کشورهای مختلف در سر تا سر جهان کنسرت اجرا کرده. از جمله مشهورترین مکانهایی که گوگوش در اون اجرا داشته میشه به مدیسون اسکوئر گاردن در نیویورک، ایر کانادا سنتر در تورنتو، اریکسون گلوب در استکهلم، رویال آلبرت هال در لندن و هالیوود بول در لس آنجلس اشاره کرد. گوگوش پس از خروج از ایران فعالیت هنری خودش رو با ارائه آلبوم زرتشت که بخش از اون در ایران به صورت مخفیانه ضبط و در کانادا تکمیل و پخش شده بود از سر گرفت و سری کنسرت های بازگشت رو برگزار کرد که با استقبال بی‌نظیر ایرانیان و فارسی زبانان خارج از ایران مواجه شد. او در سال 83 آلبوم آخرین خبر و در سال 85 آلبوم مانیفست رو با همکاری مهرداد منتشر کرد که مورد استقبال شدید دوستداران وی قرار گرفت. در سال 2014 گوگوش همراه با ابی ترانه نوستالژی رو به صورت مشترک اجرا کردند و مورد توجه بسیار از طرفداران هر دو قرار گرفتند و نتیجه این همکاری تور کنسرت‌های نوستالژی و بازخوانی مشترک دو تک آهنگ کی اشک تو پاک می‌کنه از ابی و دو پنجره از گوگوش بود. وی در سال 2017 با همکاری حسن شمایزاده و اردلان سرفراز تور مثلث خاطره ها را آغاز کرد. سپس گوگوش در سالهای 2018 و 2019 کنسرت های مشترکی با مارتیک اجرا کرد که میان مخاطبان اونها با استقبال فراوانی مواجه شد. گوگوش در کنسرت های سالیان اخیر خودش از دوستان هنرمند خودش بسیار تقدیر کرده و اونها را در کنسرت های خود شریک میکنه. از هنرمندانی نظیر مارتیک، حسن شمایزاده، اردلان سرفراز، منوچهر چشم‌آذر و دائما از درگذشتگانی که در موفقیتش تأثیر و سهم داشتن نام میبره. گوگوش تقریبا هر سال در شهر دبی در امارات کنسرت برگزار میکنه و کنسرتاش از گرونترین کنسرت‌های اجرا شده در دبی به حساب میاد. هواداران بسیاری از ایران و کشورهای فارسی زبان مثل افغانستان و تاجیکستان تنها به خاطر دیدن اجرای زنده گوگوش به دبی سفر میکنند. تعداد تماشاچیان برخی از کنسرت‌های او در دبی بیش از 12,000 نفر بوده. حدود 10 سال پیش به هنگام تأسیس شبکه من و تو، گوگوش یکی از پایه‌های ثابت برنامه‌های این شبکه و مسابقه استعدادیابیش بود، تا جایی که این شبکه رو متعلق به گوگوش میدونستن و البته رابطه خوب گوگوش با مدیریت و کادر این شبکه باعث به وجود اومدن حواشی و شایعه های زیادی براش هم شد. نمیشه طرفدار موسیقی پاپ ایرانی باشی و از گوگوش بعدت بیاد، کسی که با درخششش در سینما و موسیقی ایران سهم ویژه‌ای در الهام بخشیدن به زنان این مرز و بوم داره، کسی که همیشه در برنامه‌ها و کنسرت‌هاش آرزوی برگشت به ایران رو داره و میخواد برای مردم خودش در وطن خودش اجرا کنه. هنگامی که بغض‌های این خواننده رو در جاهای مختلف به یاد کشورش می‌بینیم، بیش از پیش دلمون می‌خواد به آرزوش برسه. خیلی ممنون که تا پایان این قسمت از ایران بیوگرافی هم همراه ما بودید. منتظر قسمت‌های بعدی ما هم باشید. ایران بیوگرافی، بیوگرافی آنانی که می‌شناسیم و نمی‌شناسیم.